فکرهایی داشت با خودش. نمیدونم از کجا یکی از اون فلسفه ورزی های فرعون در همین دیالوگش و گفتگوش با موسی آشکار میشه. یه وقتی که موسی آمد و عصای خودش انداخت و مار شد و حتی فرعون هم ترسید. افسانه ها میگوین که فرعون بلند شد و از روی تخت خودش رفت گوشه اتاق و به موسی گفت رو خدا بگیر این اژدها رو، این مار رو به من آسیبی نرسونه. به هر حال اومد و نشست و آب سردی خورد و آرامشی پیدا کرد و بعد وارد بحث شد با موسی. گفت که تو بدان قرمش و کش ساختی. به این نگاه کنید، این حرف فرعون نیست، حرف فرعون فیلسوف، این حرف مولاناست. اینقدر حکیمانه به موسی گفت تو بدان قرمش و کش ساختی، در دل مردم هراس انداختی. مرمرا بخریدند اهل جهان، از همه زیرکتری تو ای فلان. گفت تو مغرور نشو، گول نخود به اینکه مردم رو هراساندی با معجزه کردنت. این راه پیغمبری کردن نیست. من به تو نشون میدم راه پیغمبری چی. راه پیغمبری که مردم خریدار تو بشن، مشتری حرفات بشن، نه اینکه بترسونیشون. خیلی این سخن مهمی است. این مال فرعون و امثال پدر جد فرعون هم نیست، این مال مولاناست. به موسی میگفت که تو بدان قرمش و کش ساختی، یعنی یک چنین صنعتی پدید آوردی، در دل خلقان هراس انداختی، مردم رو ترسوندی از اژدها. ولی من چی؟ من فرعون چی؟ مرمرا بخریده اند اهل جهان، مردم خریدار منم، لذا من از تو در دل اونها، در قلوب اونها نفوذ بیشتری دارم، از همه زیرکتری تو. ای فلان، تو فکر کردی خیلی زرنگی به اژدها کردن عصا نیست، اینه که در دل مردم نفوذ بکنی. خب ببینید، این خیلی حرف مهم نیست. این در واقع میخواد مولوی بگه که خیلی اصلا موجود اهمیتی نداره. سقف و حد و برد و دامنه تأثیرش که دهی موقتا بترسن یا موقتا مثلا میخکوب بشن و متحیر بشن، بعدش هم زایل میشه، تمام میشه میره. تو باید یک اثر پایدار در دلها و در مغزها بگذاری و اون کار طولانی میخواد و یه قوتی در کلام تو باید باشه که کلام رو نیرومند کنه و در دلها بنشاند، نه اینکه یه حرف هوایی هم بزنی و چهار روز چهار تا جاهل دور جمع بشن اونا هم فردا پراکنده بشن. معجزه در خود کلام باید باشه، قدرت در خود کلام باید باشه و او بار این کلام رو باید بکشه با خودش. وقتی هم تو هم رفتی و اون شخصیت کاریزماتیکت هم از بین رفت، باز کلام تو با اون سحر یا معجزه‌ای که در درون او هست باقی بمان. خلاصه مطلب این است، مولانا و بزرگان دیگر اینا اصلا برای معجزه اهمیتی قائل نبودند و لذا زیاد هم نپرداختند. میگوید که معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. و بعد میگه که باید پیامبر مثل مادر باشه نسبت به فرزندان. فرزندان یک مادر دلیل و معجزه از مادرشون نمیخوان، جذب مادرشون میشن. نمیگن مادر تو حجت بیار که مادر ما هستی. طفل گوید مادر حجت بیار تا بگیرم من به شیر تو قرار. این حرفا نیست. در مورد مرد